من تا جایی که میتونم و دستم برسه مطمئن باشید کمک میکنم. تو ترکیه بودم که یکی از بچه ها با هم تماس گیره و گفت که یکی از فامیلامون هست که دخترش کم سن و ساله و تو ترکیه هست و میخوان که برش گردونن، با مشکل مواجه شده و من چون تشخیص دادم به هر حال خصوصیت به هر حال شخصیشونه و نمیخوام که وارد خصوصیت های شخصیشون بشم، کنجکاوم نشدم. با این تصور که پدر مادر اون بچه حالا تو ترکیه هستن، با مشکل مواجه شدن و میخوان که دخترشون رو برگردونن به ایران، کلن تصویر ذهنی من از غزل اون زمان که برام توضیح دادن یه دختر 9-10 ساله است که متاسفانه گولم زدن و من با تمام وجود کمکشون کردم، کارم رها کردم، خیلی بهشون کمک کردم. ولی موقعی که رفتن مرسین و غزل رو با خودشون آورده بودن، دیدم که نه، قضیه چیز دیگه ای اصلا. اون موقع دیگه حالا پدرش یه سری توضیحات به من میداد راجع به زندگیش و خودش رو مقصر میدونست و گریه میکرد. حالا گریهش من اینطور فکر میکردم که به خاطر اون آبروریزی که توی جامعه براش رخ داده بود، نه اینکه چیزی دیگه ای باشه. ولی وقتی متاسفانه این فاجعه رخ داد، فهمیدم که زمانی که پدرش صحبت میکرد و گریه میکرد، دقیقا دخترش رو خیلی دوست داشت و دقیقا این تصویر در ذهنش پدیدار میشد که من وقتی برسم باید اونو بدم به دست برادراش، به سرعموهاش و باید کشته بشه و نمیتونست که این تصویر رو تحمل کنه. در واقع ماجرای غزل از اونجای شروع شد که 14 سالش بود، مجبور به ازدواج میشه، قبول نمیکنه که با پسر عموش ازدواج کنه، در نهایت مجبور میشه. این صحبت ها به گوش پسر عموش میرسه و وقتی ازدواج میکنن، پدرش میگه که سجاد بهش گفته که تو نخواستی با من ازدواج کنی، تو جلوی همه گفتی که منو نمیخوای و حالا که اینطور شد منم نمیذارم نفس راحت بکشی، زندگی تو برات جهنم میکنم. پدرش میگفت که خیلی میزدش، غزلم نه یه مرتبه، نه پنج مرتبه، نه 10 مرتبه گفت اومد خونمون قهر کرد، با من صحبت کرد که پدر طلاقم بده، من نمیخوام با این زندگی کنم، این حیوونه، این احترام منو نمیذاره. میگفت پدرم قبول نمیکرد، حالا یا بعضی وقتا منو میزد برمیگردوند پیش همسرم و دوباره روز از نو و روزی از نو. میگفت من اگه طلاقش میدادم این ماجرا اصلا به وقوع نمیپیوست. در واقع غزل هیچ پناهی نداشت، چه پیش شوهرش و چه پیش پدرش، کلن پناهی نداشت. به همین خاطر دنبال یه راهی میگشت که خودشو خلاص کنه از این زندگی جهنمی. به هر حال توی اینستاگرام با یه نامرد سوری آشنا میشه و اونم وعده وعیدهای خوبی بهش میده به خاطر اینکه دیده طلا پوشیده، راهنماییش میکنه که چطور بیاد کرمانشاه، اونجا رفیق داره، کردای کردستان عراق میان عبورش میدن و از کردستان عراق وارد سوریه میشه، وارد ترکیه میشه و این پسر میاد و به خاطر اینکه اخاذی کنه و اخاذیش هم به شکلی قانونی باشه، باش عقد ازدواج شرعی انجام میده، یه سری برگه ها رو میگیره که بعدا اگه اتفاقی افتاد بتونه با این برگه ها به هر حال استناد کنه و خودش رو نجات بده، که همینطور هم شد. بعد از اون که طلاهاشو ازش میگیره، دوباره تقریبا همون رفتار شوهر سابقشو باش داشته، با خانوادش تماس میگیره، میگه که غزل پیش منه و $5,000 میخوام تا دخترتون رو بهتون برگردونم. قضیه
کلن از این قرار هست و غزل هم از این ماجرا اصلا اطلاعی نداشت. به همین خاطر خانوادش یه شکایتی تشکیل داده بودن، یه پرونده‌ای تشکیل داده بودن پلیس اینترپول تو ایران. پلیس رو در جریان میذارن و پلیس هم میگه که اوکی، فقط شما یه شماره حسابی از این آقا بگیرید که ما بتونیم تشخیص بدیم این آقا کجا هست و کی هست. زرنگی میکنن، اونم ابلهانه حال میاد و شماره حساب میده و تشخیص داده میشه که کی هست، کشف میشه و دستگیر میشه. بعد از اینکه دستگیر میشه همه برگه ها رو میکنه که غزل همسر منه و من با خانوادش ارتباط داشتم، نیاز داشتم یه مقدار پول، حالا اینطور باشون صحبت کردم، ولی در کل همسر منه. غزل یه پرونده تشکیل پناهندگی داد و کیملیک پناهندگی رو بهش دادم. در واقع حتی وقتی که با پدر و عموش اومد و خواستن بلیت براش تهیه کنن، دنبال کاراش بودن تو سفارت و اداره مهاجرت ترکیه، ممنوع الخروج بود. یعنی تقریبا نزدیک به یک هفته سفارت جمهوری اسلامی و خود پدر و عموش دنبال کاراش بودن که اون ممنوع الخروجیش رو رفع کنن و کلا موفقم شدن. به هر حال سفیر جمهوری اسلامی همیشه در تقریبا هر دو سه ساعت باشون تماس داشت، در تماس بود و خیلی خیلی کمک کردن. غزل زمانی که پدرش رو دید واقعا یعنی احساس امنیت بهش دست داد. این یک، چون اون تقریبا فقط 17 سالش بود، بچه است، تجربه زندگی آنچنانی نداشته و حتی به بازار محله هم نرسیده، کلا فقط تو خونهشون بوده. این از این جهت. و غزل موقعی که پدرش میبینه، پدرش برام تعریف کرد، گفت که اصلا غزل وقتی منو دید اومد تو آغوشم و گفت که پدر، من بات بر میگردم و هر کاری که خواستید با من بکنید، من دیگه از این زندگی خسته شدم، حتی که خواستید منو بکشید، ولی پدرش بهش گفته که نه، من پشتتم، من پناهتم، من فلانتم. و بعد وعده وعید دروغین دخترش رو گول میزنه و میبره برای سلاخی. در کل دیگه واقعا نمیدونم چطور تعبیر کنم. من با خود غزلم صحبت کردم، گفتم که غزل تو میتونی بمونی، برگردی شرایطت خیلی خطرناکه، قانون ترکیه با تو پناهندگی گرفتی و کلا قانون ترکیه اولویت رو به زنا میده، تو میتونی اعلام کنی که زندگی من در خطره و نمیتونم برگردم و نمیخوام برگردم. اون در جواب به من گفت، خیلی ساده لوحانه گفت که نه، من پدرم به اطمینان داده که هوامو داره و اگه قرار باشه برای من اتفاقی بیفته اون جلو، یعنی جلوشو میگیره، اون جلوی من میسته. اگه قرار باشه من کشته بشم، اول پدرم کشته میشه. اون خیلی با من صحبت کرده و من به پدرم اطمینان دارم. شما حتی تو عکسایی که ازشون گرفتم، زمانی که بلوی پدرش باشه اصلا با خنده تو عکس ها جا افتاده، واقعا حس اطمینانی بهش دست داده بود. شبی که میخواستن از آنکارا برن، بلیتش رو رزرو بود، پدرش اومد و پیش من گریه کرد. گفتمش چی شده، چرا گریه میکنی که تو، که دختر تو، عزیز دردونه تو به دست آوردی؟ گفت که تو اتاق قرآن رو بغل کرده و داره زار زار گریه میکنه. گریه کرد پدر، ولی اون شجاعت اخلاقی رو نداشت که مسئولیت خودش رو تحمل کنه، بگه که من مقصرم، اگه قرار باشه هر اتفاقی بیفته انگشت نما بشم تو جامعه، تحمل میکنم چون مقصر منم. ولی دخترش رو قربانی کرد که صحبتی نشنوه، ولی برعکس اتفاق افتاد. اگه قرار بود تو اهواز 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر موقع زنده نگه داشتن دخترش بهش حرف بزنن، الان با کشتن دخترش میلیاردها انسان تو دنیا دارن لعنتش میکنن.